سلام. بحران، کشاکش، تلاطم، واژه‌هایی برای تصویر صحنه سیاسی اجتماعی ایران. تیک تاک و کندوکاو در این صحنه برای بررسی پیامدها و چشم‌اندازها. برنامه‌های امروز: گرانی کمر مردم را می‌شکند. شمال شهرنشینان به مرکز شهر و مرکز شهرنشینان به جنوب شهر می‌روند. جنوب شهرنشینان حاشیه نشین می‌شوند. گرانی، علت و پیامد. بررسی در گفتگو با دکتر محمد حسین تسوجی، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و عضو شورای ملی مقاومت ایران. فیلیپ اول معذرت خواهی میکند وقتی بلژیک از جراحت‌های پیشین استعماریش بر پیکر کنگو پشیمان است. تاریخ قضاوت میکند در بخش از گوشه و کنار جهان. کشورها از تحریم‌های آمریکا تبعیت میکنند. پرونده نظام در مسیر شورای امنیت. آرامکو بهانه می شود. 2231 نقض می شود. استکاک چین و آمریکا و تمایل پکن. باند مخوفی که قاضی منصوری را از طبقه پنجم پرت کرد. بررسی در بخش نگاه به روزنامه‌های حکومتی دهم تیر ماه. شیشه کثیف، دستمال کثیف، جنگ گورکا و رو شدن فسادهای آنچنانی. تاجگردون و تلنگری به باند رقیب که حواستان باشد. وقتی روی آلکاپون و آنتونی سالرنو سفید می شود. در بخش داخل پرانتز، جرم و سرقت. مرکز آمار رژیم از افزایشی چشمگیر طی سالهای گذشته می گوید. بستر جرم و سرقت چیست؟ بررسی در گزارشی تحقیقی کارشناسی. برنامه تیک تاک و گذر از میان رخدادها و تحولات. این روزها گرانی در حال شکستن کمر مردم است. در یک نمونه، عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک درباره وضعیت مسکن گفت که مهاجرت مستاجران شمال شهرنشین به مرکز شهر، مستاجران مرکز شهرنشین به جنوب شهر و مستاجران جنوب شهری به حاشیه شهر گواه این موضوع مهم هستش که مردم حتی توان پرداخت اجاره بها رو از دست دادن. برای بررسی علت و پیامد این گرانی‌های کمرشکن از آمریکا دکتر محمد حسین تسوجی، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و عضو شورای ملی مقاومت ایران همراه ما هستند. دکتر تسوجی، سلام می‌کنم به شما. خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو و سوالم این هستش که چرا قیمت‌ها، همونطور که گفتیم بخشیشو البته، در حال افزایش هست و فکر می‌کنید که این روند ادامه پیدا بکنه؟ بله، با عرض سلام و تشکر از وقتی که من دادین که با هموطنانمون صحبت کنم. خواهش می‌کنم. سوال خوبیه. این مسئله اقتصادی ایران یک مسئله به اصطلاح پیچیده است. پیچیده از این نظر میگم که هیچ قانونمندی برش سوار نیست. ببینید، در اقتصاد کلاسیک، اقتصاد به بازار آزاد، تورم وقتی ایجاد میشه که یا بر مبنای تقاضا یا بر مبنای عرضه. وقتی که قیمت کالاها یا چیزایی که در درست کردن کالا، چیز اولیه، قیمت چیز لمانه اولیه بالا میره، مثلا نفت گرون میشه یا قیمت کارگر گرون میشه، یعنی حقوق کارگر میره بالا، خب مشخصه که قیمت ارزا تموم شده یا چیز تموم شده، کالای تموم شده میره بالا و برای اینکه اون کسی که این کالا رو تولید میکنه منفعت سودش بگیره، مشخصه که قیمت میبره بالا. این باعث تورم میشه. یا وقتی که برعکس تقاضا میره بالا، یعنی در مورد مثلا این خونه‌ای که فرمودین، کسایی که مثلا با شمال شهر میرن مرکز شهر، خب تقاضا یهو زیاد میشه. و
تقاضا زیاد شد، خب قیمت ها میره بالا. ولی مسئله اصلی که گاهگاهی تورم میره بالا، مسئله است که دولت پول میریزه. گاهگاهی برای اینکه جلوی دو مرتبه در اقتصاد چیز برم میگم، کلاسیک میگم، جلوی مثلا کمبود رکود اقتصادی رو بگیره، پول وارد جامعه میکنه که یه مقدار تشویق کنه که مردم کار بکنن. وقتی کار ایجاد میشه خب مشخص که پول زیاد هست و اقتصاد شکوفا میشه. در مورد ایران متاسفانه هیچ کدوم از اینا، یعنی همه اینا هست و هیچ کدوم از اینا تنها عامل نیست. ببینید در ایران مشکل یک، مشکل بیکاری. حدود 45% از کسایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن کار ندارن. خب این باعث فکر میکنی که باید رکود باید بشه دیگه. ولی از اون طرف برای اینکه مسائل خودشون رو بگذرونن و شاید هم یه مقدار جلوی شورش های مردمی رو بگیرن، دولت همینجور بدون هیچ پشتوانی داره پول چاپ میکنه و میریزه توی چیز. اقتصاد ایران تورم نداره. اقتصاد ایران تورم بیش از حد داره. اینو بهش میگن هایپر اینفلیشن. یعنی شما اگه تورمتون در یک بیشتر از 50% باشه، این دیگه تورم بیش از حده که سیکلیک میشه. نمونه این در سال 1990 شاید تو کشور یوگسلاوی بود که فکر کنم در مورد ایران هم صداقت پیدا میکنه. این اون موقع رئیس مملکت یوگسلاوی ملانوویچ بود فکر کنم. این 1.5 میلیارد دلار به دوستاش از طرف بانک مرکزی پول داده بود که در رفته بودن. این وقت که مشخص شد باعث تورم بسیار بسیار شدید شد که تورم به چند میلیون رسید، چند میلیون برابر. در مورد ایران هم همین هم هست. شما اگه نگاه کنید مثال ها رو داریم. رئیس بانک مرکزی من نمیدونم میگم با 3 میلیارد دلار پول پاشد رفت کانادا. یا اون بابک خرازی پادوی اینا که توی بانک مرکزی بود، میلیاردها دلار اونجا که میگم پول خارج داره. پولایی که اینا خارج میکنن از مملکت بسیار بسیار وحشتناکه. آمار دقیق من جاهای مختلف اعداد مختلف شنیدم، چون مطمئن نیستم نمیخوام بگم، ولی میلیاردها دلاره. یعنی مسئله تورم ایران چند چیزه. یک، به طور بیش از اندازه اسکناس چاپ کردن و ریختن تو بازار. اسکناس میریزن تو بازار، ارزش اسکناس میفته دیگه. دو، مسئله بیش از اندازه کراپشن، مسئله که اینا پول رو از مملکت میدوزن میبرن. سه، مسئله بیکاری. یعنی اینو که نگاه کنید تورم ایران اگه به دلار بخواید حساب کنین، از یک ماه پیش که من داشتم چیز می‌کردم دلار بوده 13000 تومان یا 14000 تومان بود، الان بالای 23000 تومان، صحبت 30000 تومان هم باشه. یعنی چی؟ یعنی تورم ایران بیشتر از 50% داشته. این تورم هایپر اینفلیشن یا تورم بیش از حد و این سیر تسلسل پیدا خواهد کرد و چشمنداز اصلاً و اصلاً برای اقتصاد ایران خوب نیست. کمان که تحریم ها هم میتونن که کمک کنن به این که این تورم بیشتر پیدا بکنه، چون دولت ایران هیچ برنامه مشخصی نداره. برنامه فقط به چاپه. بخش تولیدی داخلی تقریبا اخته است، کاری نمیتونه بکنه. از خارج هم که چیز جنس اینا میآوردن تا یه مقدار مسائلشون رو حل بکنن، اون هم به خاطر کمبود دلار که نفت نمیتونن بفروشن، مسئله ایست که گربانگیرشه. و چشمنداز اصلا و ابدا برای اقتصاد ایران خوب نیست. یعنی من فکر کنم اقتصاد ایران برشکسته هست. شما اگه درآمد ناخالص ملی رو در دو سال گذشته نگاه کنید، آمار رسمیشون که مطمئنم آمار اصلی خیلی بیشتر از آمار رسمیه، بله. ولی یه چیز پارسال یه چیز نزدیک 5.5% امسال بوده 10% پایین بوده. یعنی این باید در حقیقت رکود اقتصادی بیاره نه تورم. بله. این ملغمه ایست که در ایران هست که متاسفانه گریبانگیر طبقه زحمتکش هم. بله. و طبقه متاسفانه. حالا آیا فکر کنید که این فضایی که شما ارائه دادید و توضیح دادید، راه حلی برای این روند وجود داره؟ کاش که وجود داشت. تنها راه حلش، چون مسئله اقتصاد ایران مسئله اقتصادی نیست، مسئله واقعا سیاسی، یعنی عدم توانمندی دولت در ایجاد کار، عدم توانمندی دولت در
سیاست‌های به اصطلاح مردمی و پچاپ این عوارضی که روی به خاطر کمبود درآمدشون روی مردم گذاشتن کمر مردم رو داره میشکونه. تنها راه حل اینم نم به عنوان که من عضو شورای ملی مقاومت هم میگم، نه به طور واقعی همه بر این اجازه، تنها راه حل تعویض رژیم، سرنگونی رژیم، هیچ راه حل دیگه نیست. 40 سال اینها بر مصدر کار بودن. موقعی که من اومدم خارج کشور قبل از انقلاب دلار رو 7.5 تومن، 7.2 تومن می‌خریدیم، الان دلار نزدیک 28,000 تومنه. شما خودتون دریابید دیگه. نه این متاسفانه این فساد نهادینه است. دولت هیچ گونه توانمندی در حل مسئله نداره، چون مسئله‌اش نیست. مسئله‌شون کی به خودشون، مسئله‌شون مردم نیستن. اگه مسئله مردم بود حالا 60,000 نفر از کرونا تلف نمی‌شدن، فوت نمی‌کردن. این واقعا شرم‌آوره. مملکتی مثل در آمریکا آماری که میدن، شما می‌دین آمریکا 330 میلیون جمعیت داره، یه چیزی 325,000 نفر مردن. جمعیت ایران 80 میلیون، یعنی 1/4 نزدیک 60,000 نفر فوت شدن. یعنی 2 برابر آمریکا. این غیر قابل قبول برای مردم است. نه خیر، جواب مشخصه. غیر از تعویض و سرنگونی رژیم هیچ راه حل دیگه متاسفانه من نمی‌بینم. به همون چیزی که گفتم این هایپر اینفلیشن تسلسل پیدا میکنه. من فکر کنم شرایط اقتصادی بسیار بسیار بدتر از این که هست خواهد شد. بله خیلی متشکرم از شما دکتر محمد حسین تزوجی، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید. تشکر میکنم از وقتی که به من دادید. امروز ربیعی سخنگوی دولت آخوند روحانی از فضای مجازی نالید که مردم به جای گوش دادن به حرف نظام حرفاشون رو در فضای مجازی میزنن و این یک جنگ روانی علیه نظامه. بله به گفته کارشناسان این وضعیت نشون میده دیوار سانسور دیکتاتوری با فضای مجازی دیگه ترک خورده و برای همین هم مقامات رژیم اینطور ازش ناله میکنن. اجازه بده که در این قسمت همراه بشیم با بخش فضای مجازی برنامه‌مون. سلام می‌کنیم به شما و گزارش امروز شما رو می‌بینیم و می‌شنویم. سلام و درود به شما و همینطور به همه همراهان عزیز تیک تاک. بعد از مطرح شدن این موضوع که پرونده رژیم در رابطه با سقوط هواپیمای مسافر بری اوکراینی قرار به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داده بشه، رژیم هم شروع کرده به تلاش بیشتر برای ماسمالی کردن این موضوع و دروغ‌های دیگه. در همین رابطه دادستانی نظامی تهران یک گزارش تماماً مسخره و پر از تناقض و دروغ در همین رابطه منتشر کرده. در بخشی از این گزارش اومده که مقصر اصلی اپراتوری هست که کسب مجوز نکرده، بدون اینکه مجوز رو بگیره موشک رو شلیک کرده و بعد هم بدون اجازه باز هم موشک دوم رو شلیک کرده. و خنده‌دارترین قسمت این گزارش جایی هست که میگه که خطهای 105 درجه‌ای در سیستم جهتیابی رادار باعث تشخیص اشتباه در جهت حرکت هواپیما شده. و خیلی از کاربران فضای مجازی این جمله رو مسخره کردن و گفتن که یا اینا نمیدونن 105 درجه چقدر میشه یا کلن دارن همه رو به مسخره میگیرن و فهم و شعور مخاطب رو زیر علامت سوال بردن. کاربری در همین رابطه نوشته که جمهوری اسلامی در توضیح شلیک به هواپیمای اوکراینی گفته رادار پدافند دارای خطهای 105 درجه بوده، یعنی شمال شرقی رو هدف بگیری به جنوب شلیک کنی. جمهوری اسلامی همینقدر با ایران زاویه دارد. اما در گوشه دیگه از همین گزارش یک دروغ دیگه هم مطرح شده و اینکه غلام عباس ترکی دادستان نظامی استان تهران گفته که جعبه سیاه در اثر سانحه آسیب فیزیکی دیده و بازخوانی آن پیچیدگی فنی خاص خود را داره. و بی خود نیست که میگن دروغگو کم حافظه میشه، چون که کاملا یادشون رفته که همون موقع چند روز بعد از این حادثه‌ای که اتفاق افتاد اعلام کردن که جعبه سیاه سالم هست و توی تلویزیون خودشون هم اون رو نشون دادن. اجازه بدین که این کلیپ رو جهت یادآوری دوباره پخش بکنیم. جعبه سیاه هواپیمای 737 سری 800 در حال باز شدن هست در سازمان هواپیمای کشوری. این هر دوه؟ این دستگاه رکوردر وایس، این دستگاه رکوردر وایس که صدای خلبان رو رکورد میکنه. این هم دستگاه در واقع FDR هواپیما است که پارامترهای هواپیما رو رکورد میکنه و
خوشبختانه حافظه هم سالم هست، حافظه دستگاه هم اختیار، هم سیدی هم. بله میگه خوشبختانه حافظه دستگاه هم سالم هست و حالا بعد از گذشت این همه مدت معلوم میشه که در دروغ جدید خودشون میخوان بگن که این جعبه سیاه آسیب دیده. اما اینکه رژیم مجبور شده اینطوری دروغگویی بکنه و دوباره این گزارش مسخره رو نشر بده، علت چیزی نیست جز ضعف بیش از پیشش و وضعیت وخیمی که در اون قرار داره. کاربری در همین رابطه نوشته وقتی رئیس جمهور اوکراین هم به نظام هشدار میدهد در مورد هواپیما و پیگیری پروندهش، معلوم هست وضع نظام بیش از آنچه که ما فکر میکنیم در تعادل قوا خراب هست. و در یکی از رسانه ها هم اینطور منتشر شده که خانواده های کانادایی هواپیمای اوکراینی سرنگون شده در ایران عهد میبندند که ساکت نمانند. و با این وضعیت پتال رژیم و با این پیگیری هایی که وجود داره، باید دید که سرنوشت این پرونده و ضربه بعدی به نظام چه خواهد بود. ممنون از همراهیتون با این بخش. توجهتون رو به سایر بخش ها جلب می‌کنم.